جریان برای بینندگان ما تعریف کنید. حتما با کمال میل. ما از وزارت خارجه تماسی گرفتن به استیت دپارتمان که ما میخواییم امریکا، بله، که با شما گفتگوی داشته باشیم. گفتیم ما یه جریان فرهنگی هستیم، ما به وزارت خارجه کاری نداریم، نیاز به صحبت نداریم. گفتن نه، ما میخواییم که مقداری ببینیم شما دارین چی کار میکنین، چه خبره. و من گفتم ما چون کار سیاسی نمی کنیم اصلا ضرورتی نداره بشیم با وزارت خارجه صحبت بکنیم. به هر حال نمایندهشون اومد و گفت که یه جایی با هم بشینیم یه قهوه‌ای بخوریم. و من دو تا دیگه از دوستان رو گفتم اومدن، سه نفره رفتیم و این آقا اومدن که مشخصاتشون هم مشخص بود، قبل برای ما ایمیل زده بودن، چک کرده بودیم که آره بله بله از وزارت خارجه، بله. و ایشون صحبتی که کرد خیلی چشم ما رو باز کرد. گفت که پس از جنبش سبز کسایی که از ایران زدن بیرون اومدن که از بیشتر تو دار دسته میرحسین موسوی و هوادارهای خاتمی و کسا بودن که نمیدونم دفتر تحکیم وحدت و نمیدونم این دار دسته این تیپ مثلا اکبر گنجی و اونایی که تو اون مایه بودن، گفت اینا اومدن و برها هر کدوم یه بودجایی و ما از وزارت خارجه به اینا اختصاص دادیم. و به من چند تا وبسایت گفت نگاه کنم، همجوری تلفن زدم نگاه کردم، دیدم همش مثلا گسترش دموکراسی و نمیدونم چیزای نقض حقوق بشر در ایران انجام شد و وبسایت های بی خطر بی خاصیت همه هم انگار از رو هم کپی کرده بودن. گفت اینا واسه این وبسایت دارن سال 300 تا 400 تا از ما میگیرن، یه زن و شوهر اونجا نشستن هیچ کاری هم ندارن بکنن. 300-400 هزار دلار. اون یکی 300 هزار تا مثلا ما قدیم که برای یه روزنامه 2 میلیون فرانک چی دادن، اون که میان و بعد میگفت از اینا زیاده، اینا همه اصلاح طلبای هستن که بیرون اومدن. گفتم خب شما پول اضافه دارین دور میریزین، اونا میگیرن دیگه، این مثلا ما چه کاری. بعد گفتن که خب خوبه که شما بیاین ببینیم که شما که تشکیلاتی هستید، آدماتون بیشترن و به هر حال دارین زحمت میکشین، ما چه کاری میتونیم کنیم، چه کمکی بکنیم. گفتم هیچ، ما اصلا بودجه آنچنانی نمیخوایم، چون کار فرهنگی بودجه هر چقدر باشه میشه کار جلو برد، چون شما داری یه اندیشه رو میپراکنی، شما که نمیخوای بری گردان درست کنی، لشکر درست کنی، از این خبرها نیست. و ایشون اصرار و از ما انکار. و بعد خیلی جالب بود، گفتم شما اصلا چرا به اینا دارین پولا رو میدید؟ خب این پول مالیات دنده های امریکاست، شما یه بودجه ای دارین، چرا به اینا دارین میدین؟ اصلا چرا بودجه پخش میکنید؟ قرار نیست کاری بکنن. گفتم به اینا بودجه دارین میدیم که حالا سیاست های اوباما بود اون موقع که از دولت روحانی پشتیبانی کنه، ولی ترامپ رئیس جمهور بود، ترامپ رئیس جمهور شده بود، ولی تشکیلات و برنامه همون زمان اوباما بود، تازه ترامپ اومده بود دیگه، الان هم که همون موقعیت چون دموکرات هم اصلا وزارت خارجه همیشه دست دموکرات ها بود، ولی اینا دیگه خیلی آتیششون تو بود. گفتم ما از دولت روحانی در برابر افراطی ها میخوام پشتیبانی کنیم، دولت روحانی، آره، برای به استاد طلب و پول میدیم. گفتم از نظر ما این مجموعه فرهنگی روحانی و ظریف، اسم ظریف رو ما بله بله روحانی و ظریف. گفتم از نظر ما این مجموعه اصلاح طلبش غیر اصلاح طلبش اینا همشون ضد ایرانی هن، اینا همش به کشور ما آسیب زدن و تحت هیچ عنوان ما نبا این خط فکری موافقیم، نه میخوایم کار کنیم. و حتی یکی دوتا رقم هم همینجوری تو صحبتاش گفت که مثلا ما رو تحریک کنه. گفتم بذار من یه به شما بگم چی بود رقم ها بگین. خب مثلا فرض کنیم صحبت مثلا 1.2 میلیون برای سال اول چه صحبتایی هم کرد. گفتم بذار من یه به شما بگم. گفتم ما یه هیئت امنایی داریم، من هستم، آقای دکتر اردشیر انوشیروانی است، آقای دکتر شیرزاد ابراهیمیانه، بهمن مالیزاده است، شهروز عشه، رامین فرهنگیه، آیا آریا صالحی است، همسر خودم آرتمیس است، اینا هیئت امنا. من پروانه میخوام همینجا درود بفرستم به این مهربان یارانی که همراه با شما هستن، چون همه یکی از یکی فرهیخته دارن و من خودم بینها ارادت دارم. سپاسگزارم، درود بر شما. بله خواهش. بعد گفتم یه شورای هماهنگی داریم که دوستان هستن، آرش کمانچه است، مهداد قنبری است، آروین آدریان هست، یه مجموعه هستن کارهای رسانه‌ای میکنن، یه مجموعه هستن که کارهای کلیپ سازی رو انجام میدن. گفتم ببینید همه بچه‌ها، حالا بزرگان و بچه‌های مقدار جوان‌تر، مقدار بزرگتر، گفتم چه اینا چه ادوایزرامون رایزنامون، گفتم همه دستشون به دهنشون میرسه. گفتم ما از جیبمون هزینه داریم میکنیم برای کارمون، ما اینجا سفره ای نیست که بخوام بعد بذاریم جیبمون. گفتم که من محکوم نمی کنم هر کیو که پول گرفته، شاید شما رفتین سراغ کسایی که نیازمندن، آدم نیازمند حسابش جداست،
دست کم ما چون به اندازه خودمون دستمون به دهنمون میرسه هیچ وقت نمیم استقلال خودمون رو در اختیار مثلا یه جایی مثل عزت خارجی امریکا قرار در امریکا باشید و همه تونم امریکایی دو ملیتی هایی دارید سیتیزنی دارید این شجاعت شما آقای دکتر شاهین شجاعت ایران آریایی است، خراسانی است، سیستانی است، کردی است، آتورپاتی است و واقعا درود داره. من به خاطر همین که دارم خواست این شهادت در تاریخ مبارزات ملت ایران بمونه، واقعا درود بر شما. عرض میکنم $50 اینا رد نمیکنن. بله متاسفانه. آقای دکتر بیاد روی خط تلویزیون 5 دقیقه صحبت کنه مایی با این دلش خوشه برای دشمن کار بکنه، وطن رو بده، همه چیزشو بده. و شما تا این حد من واقعا بسیار بسیار افتخار کردم که دیدم هنوز میتونیم حساب کنیم روی مهربان یارانی که تاریخ کهن رو و دلاورها و به قول زرتشت که اومد تو خواب من گفت شیران شهرهای ایران اورایی رو برای ما تداعی میکنه در ذهنمون. پوزش میخوام که قطع کردم، دلم میخواست اینو بگم بهت. حتما. و اتفاق مهمی که اینجور مواقع میفته دکتر اینا، خب ایشونو با تقریبا با حالت خیلی سرد و قهرآمیز ازش جدا شدیم. مسئول عالی رتبه وزارت امور خارجه امریکا. بعد ایشون بدون شک ریشه آمریکایی 100% هم نداشت. نخیر ایشون ریشه خاورمیانه‌ای داشت و مسلمان هم بود. و دولت اوباما خیلی به اینا پروبال داد. یعنی اینا اگر که یک صاحب منصب میان رتبه بودن اینا رو برد بسیار رده بالا، مثلا زیر معاون وزیر قرار داد. برای اینکه موقعی که اوباما اومد تو دولت امریکا شروع کردن در ارتش و در وزارت خارجه به ویژه این مقامات عالی رو دادن به قول خودشون به ماینوریتی، به اقلیت ها، به مسلمان ها دادن، به سیاپوست ها دادن، به LGBT دادن، به صدا به مصری ها، نه LGBT به چیزا، به همجنسگرایان. یه موقع شما پست به یکی میدی واسه شایستگیشه، خیلی هم خوبه، سفید سیاه سرخ هر چیز آقا شایسته است باش بده. یه موقع شما سهمیه میذاری، میگی من میخوام 3 تا معاون فلانجا غیر مثلا سفید یا غیر مسیحی باشن. خب این سهمیه گذاشتن خودش تبعیضه. انسان ها باید بر اساس تخصصشون و تجربهشون و شایستگیشون یا پست بگیرن یا نگیرن دیگه. من و شما نباید بگیم که مثلا فرض کنید من میخوام 2 تا از اونا بذارم، 3 تا از اون بذارم، این که دیگه کار درست نیست. در حال این جریان رو ما رد کردیم و رفتند و بعدن تحریم ها رو کردید. دکتر میگن کلام گیشکر، میدونین یعنی چی تحریم؟ تحریم حالا مثلا میگن فلان کس تحریم شد، فلان کشور تحریم شد، تحریم میدونین که چی؟ یعنی آنچه که به اون وابسته است و بالا بکشن دیگه. حالا یعنی هر تحریم میلیاردها دلار آمریکا برمی‌داره میشه مال خودش. فلان دوز در ایران میشه تحریم. درست. فلان تیمسار سرلشکر سردار میشه تحریم. میلیاردها دلار در خارج از کشور تو صرف هم پولا برمی‌دارن. اون پولایی که اینا پخش میکنن آقای دکتر، پست میدن ایرانی‌ها رو، پست میدن تو کاخ سفید، تو وزارت خارجه، بعد پست میدن. اون توجیه رسانه‌ایشون اینه که ما اقلیت رو بهش قدرت میدیم. درست. ولی اصل قضیه همینه که روحانی رو میکنن رئیس جمهور، میلیاردها دلار بالا میکشن، بعد میان هواپیما رو پر میکنن با خودش میدن، ولی اون هواپیما همش نمیره ایران. درست. نصفش رو باز همین رو میگیرن که هواپیما بفروشن، چه بفروشن. دقیقا. بعد میان تحریم بالا میکشن، بقیه هم بعد برای خود پردر روحانی پرونده داره که میلیاردها دلار دزدی کرده. یعنی اون پولی هم که اینها میدن آقای دکتر، و پول مال همین تحریم هاست. اگر عربستان سعودی نداده باشه همین میلیارد دلار پولایی که از خود ایرانی گرفتن. من اینجا یک پیشنهاد کردم وقتی که آقای ترامپ رئیس جمهور شده بود، چون یک بارم نازنین آقای نصر اصفهانی اومدن نامه‌ای که من به ترامپ نوشته بودم رو ایشون گفتن که اینجور شده و من یکی نوشتم، اون حسن عباسی یکی نوشته، اون سفیر اینها موسویان یکی نوشته، این رو مطرح کردن که محرمانه بود. آها. که من از من مشورت شده بود و مشورت همین بود که این نظام بایستی بره. این نظام بایستی هر که دلش با ایران میسوزه و دلش با حال این میسوزه که نجات پرستی در جهان نباشه، ضدیت با یک تبار خاصی نباشه، یا باید نظام رو ثابت کنه. هر گونه این نظام رو شما
آرایش کنی در نهایت نظام تبهکار و قاتلی است. خودشون در خارج هستند، در غرب هستند. برای همینه که جمهوری اسلامی چون خودش همینجوری به دنیا آمده، یعنی جمهوری اسلامی تمام این آخوندهایی که شما میبینید حوزه‌های علمیه رو میگفتن انگلیسیه، بودجه عربستان سعودی میداده و میده. یعنی آیت الله سازی در ایران پدر و مادر من و شما نرفته وجوهات پرداخت بکنه. درسته. اگرم چهار نفر رفتن وجوهات پرداخت کردن اونقدر نبوده. اینها بودجه است که از پول حج در داخل خودمون کشورها، چون میلیاردها دارن، اینا پول حج دارن، در زمانش پادشاه میشد. در همینی که من دیدم آقای ثابتی عزیزم که درود دارم بهش، میگفت یهو حسین ارشاد ساختش چند میلیون نفر پولش از کجا اومد؟ یعنی ببینید ساواک تا این حد نتونست بود. ما الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم سال 2022 هستیم، در خرداد ما سال 7760 هستیم، هنوز که هنوز در داخل و خارج از کشور آدرس عوضی رو همه میرن، فکر میکنن اسرائیل اپوزیسیون رو تقویت مالی میکنه، فکر میکنن جامعه یهودیان تقویت مالی میکنه. اسرائیل به کسی یه سنت هم نمیده، میگیره نمیده. ولی اینجا من میخوام، چون ما هدفمون روشنگری ملت ایران هست، این سیستم که من بارها هم پخش کردم که این نکته ای رو که سندی است که منتشر شده، سفیر انگلیس در عربستان سعودی زمان محمد رضا شاه میگه شاه رو نمیتونیم مهار کنیم، سرکش ایران رو دوست داره خیلی، ولی عربستان سعودی میشه تو دست ما باشه، ما باید قدرت منطقه رو از شاه بگیریم بدیم به این. و تا الان هم